سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. سینما و ادبیات چه نسبتی با هم دارن؟ این سوالیه که میخوام از سردبیر فصلنامه فرم و نقد که مهمان این برنامه من هستن بپرسن. داستایوفسکی نویسنده نامدار روس جمله معروفی درباره گوگل، نویسنده هموطن قدیمی تر از خودش داره که میگه همه ما از شنل گوگل در اومدیم. یه جورایی ادبیات روسیه رو وامدار نیکولای گوگل و یکی از داستاناش به نام شنل میدونه. باید یه نفرم تو عالم سینما پیدا میشد و همچین جمله‌ای رو با اسم یکی از فیلم‌های آلفرد هیچکاک می‌ساخت. مثلا میگفت ما از پنجره پشتی هیچکاک سینما رو تماشا کردیم، یا مثلا هیچکاک بود که ما رو روانی سینما کرد. البته هیچ ملاک قطعی برای اینکه بگیم بزرگترین فیلمساز تاریخ سینما کی بوده وجود نداره، ولی نامی که در نظرسنجی‌های مختلف بارها تکرار شده هیچکاک. حالا چرا ما میخواییم برنامه امروزمونو به آلفرد هیچکاک تقدیم کنیم؟ چون بدون شک او از قصه گوترین فیلم سازان تاریخ سینما و از بهترین قصه گوها به زبان تصویره، چه زمانی که داستان فیلم رو از کتابی وام میگرفت و چه زمانی که خودش قصه پردازی میکرد. پس تقدیم به استاد قصه گویی به زبان سینما، به آلفرد هیچکاک. امضا کتاب باز. آقای مسعود فراستی، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. من دیگه شما رو نباید معرفی کنم، این خوبی رو داره که دیگه شما احتیاجی به معرفی ندارید. این فصلنامه رو به تازگی شما، قبل از اینکه اینو بگی بذار من یه نکته بگم. من خیلی وقت تلویزیون نیومدم. فکر کردین مردم یادشون رفته شما رو؟ نه 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 نه، من از هفت، یعنی از اول شمایه پیش تا الان برنامه مختلف دعوت کردن، نرفتم. ولی کتاب باز تا گفت بیا اومدم. دلیلش کتابه و بعدش هم تویی. قربون شما برم. یعنی این که برنامه سینمایی نرفتم، یه برنامه دورهمیه چی اونم دعوت کرد نرفتم، ولی کتاب باز تا گفت گفتم باشه. برای من و ما جای خوشحالی خیلی خیلی زیاده. مخلص. یادتونه من و شما اولین بار کجا هم دیگر دیدیم؟ حالا که اولین بار؟ آره، من یادم. کجا؟ تو کتابخونه. کتابخونه یه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بله. 20 سال پیش هر روز صبح شما میرفتیم پشت یه میز، من پشت یه میز. درسته یا نه؟ کاملا. یادتونه من؟ کامل. ارادتمند. یعنی اصلا آشناییمون هم یه جوری کتابی بوده. آره. خب فصلنامه فرم و نقد که شما در واقع سردبیر و گردآورنده و جمع کننده مطالب و صاحب امتیازش هستید. من بخش، آره، من سردبیرشم و دبیر سینماییشم. و دبیر سینماییش. دبیر ادبیش کس دیگه ایه و مجله ایه که 100 صفحه سینما داره، 100 صفحه هم ادبیات، تماماً هم نقده، نسیه توش نیست. نسیه؟ اصلا کارتون نسیه نیست؟ اصلا کارم نسیه نیست. توی این مجله‌ای که همش نقده و نسیه نداره یه مطلبی هست با این تیترش، اینه: چرا ادبیات، چرا داستان، چرا نقد؟ این سوال من از شماست. خب کاش دبیر ادبیات اینو جواب میداد، ولی من حالا به نمایندگی از ایشون. من فکر میکنم که ادبیات به مراتب از سینما مهمتره. واقعا؟ آره. چرا؟ ادبیات توانش و ربطش به انسان خیلی بیشتر از سینماست. ادبیات بیشتر آدم میسازه تا سینما. ادبیات بیشتر ما رو با خودمون آشنا میکنه و با جهان پیرامونمون.
ادبیات کاری میکنه که هیچ مدیوم دیگه ای نمیتونه بکنه. تخیل و شکوفا میکنه. سینما نمیتونه. موسیقی نمیتونه حتی. و هیچ مدیوم دیگه ای به نظر من به اندازه ادبیات. یعنی کسی که میاد پیش من میگه من میخوام نقد بنویسم و بفهمم چه خبره، میگم برو رمان بخون. پشت آدم اگر رمان باشه، رمان های کلاسیک فرنگی و ایرانی و ادبیات کلاسیک ایران، قطعاً درست‌تر جلو میره تا اینکه این پشت خالی باشه. عرضم اینه که نسل جوان امروز، نسل تو و من، حالا تو قبل از من، ادبیات باش مانوس بود. یعنی اون با ادبیات مانوس بود. من یادمه تو دوره دبیرستان و رمانایی که بود چیزی ما جا نمیداختیم. به شدت رمان میخوندیم. شعر میخوندیم، رمان میخوندیم. شعر اخوان یادمه تو جلسات چهارشنبه پنجشنبه تو خونه ما برگزار میکردیم چند تا بچه‌ها. و کتاب و رمان و رمان و رمان. شاید اون پشتوانه اصلی منه در اینه که تخیل میفهمم یه حدی. فکر میکنم آدمی که داستایوفسکی نخونده، چخوف نخونده، پوشکین نخونده، پروست نخونده، همینگوی نخونده، فاکنر نخونده، کمیتش خیلی میننگه. و آدمایی که اینا رو درست خوندن، من بعد از فکر کنم دو دهه دوباره دارم ادبیات میخونم و جلسات نقد ادبی هم داشتیم تو چند وقت پیش تو کافه‌ای که داشتیم و به شدت دارم لذت میبرم و به شدت دارم چیزایی میفهمم که قبلا نمیفهمیدم. من فکر میکنم بحث فرم رو که الان اسم این مجلم فرم و نقده و من ظاهرا آدم فرموله کننده این بحث تو ایرانم، خیلی شما مدیون ادبیاتم. یعنی خیلی شما مدیون اینم که وقتی یه کسی به یه لغت، به یه مکس توی لغت تبدیل میکنه یه حس رو، این چه فرمه؟ اینو توضیح میدین یعنی چی؟ ما اجازه بده که قبل از که اینو توضیح بدم، چون یه خورده وقت میبره و سخته، یه نکته یه عرض کنم. ما معمولا گفتم رمان نمیخونیم، نسل امروز عرض میکنم، و پشتمون خالی از تخیل، چون بدون رمان تخیلی هر کار نیست به نظر من. یعنی تخیل تربیت شده ای در کار نیست. تخیل این نیست که تبدیل به ما بشه. این آدم نمیتونه همه زندگی رو تجربه کنه و تجربه های این همه آدم رو، اما رمان به ما این تجربه ها رو منتقل میکنه و بخشر از آن ما میشه اگر درست خونده باشیم. یعنی کنش خوندن یاد بگیریم، نه اینکه بخونیم بگیم که چی بود. نه اصلا مهم نیست چی بود، مهم اینه که چگونه بود. همه یه بحث فرم که تو سوال کردی هم همینه، چگونه بود. اینکه قصه اینجا تموم شد یا فلان سریالمون یا فلان فیلم خیلی اهمیت نداره. تازه چه هم تو دل چگونه است. یعنی وقتی چگونه درست باشه، چش از تو دل اون در میاد. ولی شما همیشه طرفدار چگونه هستید، اینو میدونم، ولی اگه این دو تا با هم ترکیب بشه چی؟ یعنی بگیم مهمه که چی چگونه بود. این به نظرم قدم اوله. وقتی بگیم مهمه که چی چگونه بود، یعنی داریم اصالت رو به چی میدیم. اما وقتی بگیم چگونه بود، این دموکراسی رو هم قائلیم برای همه آدمایی که هر چی میخوان بگن، اما بلد باشن بگن، اما درست بگن. تازه از اونجا که درست گفتن، حالا دعوامون تازه شروع میشه. اما اونایی که خیلی ادعای ارزشی دارن، خیلی ادعای روشنفکری دارن، خیلی ادعای فلسفی دارن و چگونه ندارن، ادعایشون رو هواست. چی رو راجبش حرف میزنن وقتی بلد نیستن حرف بزنن. حالا اگه بحث قبلی تو بخوایم ادامه بدیم، فرق آدم با دیگر موجودات که آفریده شدن چیه؟ بعضی میگن کاره. انسان موجودی است که کار تولید میکنه، با کار تعریف میشه. بعضی میگن کلامه. من یه ذره اونورترم، میگم قصه است. آدم با قصه تعریف میشه.
آدمی که قصه نداره آدم نیست و آدمی که به قصه علاقه نداره آدم نیست و مرگ رو سرشه. یاد شهرزاد بیافت. شهرزاد قصه تو قصه میبرد، واقعه تو واقعه، که مرگ پشت در بمونه. مرگ میگفت یا قصه بگو یا بمیر، و اون قصه میگفت. یعنی قصه گفتن غیر از این که تخیل و نکتشه آدم رو و قصه آدمیزاد رو عقب روندن مرگه. قصه زندگیه، منادی زندگیه. حالا میفهمی چرا میگم ادبیات مهمتر از سینماست. و اگر سینمایی هم دوست دارم، حتما سینمای قصه گوست به زبون تصویر. منتها واژه و کلام قلدرتر از تصویره. واقعا؟ قلدرتر از تصویره. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی چیزایی که نوشته میشه، خیلی چیزایی که نوشته میشه، ترجمه کنی به تصویر. شما نمیتونی هیچ بیت حافظ رو ترجمه کنی به تصویر. شما نمیتونی خیلی از حسای انسانی ما رو تو ادبیات کلاسیکمون تصویریش کنی. در نمیاد اصلا. و تازه حالا فکر میکنم که هیچ مدیومی نمیتونه مدیوم دیگر رو بپوشونه. هر مدیوم مستقله، فرم خودشو داره و پدیدار معینیه که ترجمه ناپذیره. به همین دلیل باز بگم به نظرم ادبیات آدم میسازه، تخیل رشد میده، چشم ما رو بازتر میکنه، ما رو لطیفتر میکنه، سختتر میکنه و آمادگی برامون به وجود میاره که با مرگ دست و پنجه نرم کنه، مرگ و عقب بره. اصلا چیزایی که گفتین بر من شاهکار بود. دو تا چیز همین الان بغل هم گفتین، بغل هم، بغل هم، و گفتین که قصه آدمو لطیفتر میکنه، قصه آدمو سختتر میکنه. خیلی مهمه اگه یه چیزی، چون ما برای زندگی فکر میکنم به لطافت و سختی توامان احتیاج داریم، درسته؟ حتما. خیلی خوش گذشت آقای فراسکی. خیلی مخلصیم. یه چایی بیارم و یه دمنوشی چیزی بعد دوباره خوش بگذرونیم. ها کدومشو میخوایی؟ من قهوه نداری، چای. من امین رمیچی هستم، مسئول کتاب گارس. رفاقت من با کتاب خب از همون دوران کودکی بوده. خب اکثر کارتونایی که میدیدم خب کتابش هم میخوندم، برام خیلی جالب بود. مثلا تو همون سن فکر کنم 8 سالگی یا 9 سالگی بود که پینوکیو رو خوندم. برام جالب بود که کارتونایی که میبینم بیشتر بشینم کتابش هم بخونم. یه جذابیت خاصی داشت. بعد دیگه رفته رفته سعی کردم حالا در حد و اندازه خودم کتابایی که بهشون علاقه دارم، خب از همون دوران کودکی بیشتر دوست داشتم تاریخ رو بخونم. و حالا توی مدرسه وقتی که در مورد تاریخ صحبت میشد خب گرایشم بیشتر بود. بچه ها به خاطر این که بیان کتاب بخرن من آوردمشون که کتاب انتخاب بکنم، کتاب آزاد. یعنی مثلا عارف خیلی به کتاب های داستان و علمی تخیلی، کتاب های کلن نمیدونم، حالا همه جور کتابی رو دوست داره و میخونه. خب عارف قبل از به دنیا اومدنش کتاب خونه داشت. جدی؟ آره، یه عالمه کتاب. وقتی به دنیا اومد مثلا از چند ماهگی من براش کتاب میخونم. این حسن سلیقه برای پدر بوده یا مادر؟ هر دو. چی شدم چه انتخابی کردیم؟ چون من خودم از بچگی کتاب میخوندم و کتاب خوندن خیلی دوست داشتم و هرچی پول دستم میومد کتاب میخریدم، دیگه هیچی نداشتم، مامانم پول رو از دستم قایم میگم، همش تبدیل به کتاب میشه. خاطر علاقه که داشتم ناخودآگاه قبل از عارفم به دنیا بیاد کتاب براش خریدم، بعد از میگم کوچیکی براش میخوندم، بعد ناخودآگاه علاقه من شد. الان خیلی نسبت به سنش کتاب میخونه، مثلا این کتابخونه بزرگ پر از کتاب داره، همش هم خونده، معلوماتش هم خوبه.
توی نوجوانی بیشتر شکل گرفت. بعد با اولین کتابای تاریخی کنارش مثلا حالا کتابایی که مثلا رمانای خاصی که دوست داشتم مثل دنیای صوفی، یا مثلا از اون اول شروع کردم به خوندن این کتابا دیگه برام جذاب. از قبل میدونستیم این سرمایه‌ای که داریم اینجا میذاریم بیشتر برای آرامش خودمون و یعنی اون چیزی که قبلا توی ذهنمون بوده دوست داشتیم بهش برسیم. بعد الانم واقعا اتفاقی که افتاده اینه که خواسته مردمه، یعنی وقتی که مردم از در میان تو تعریف میکنن، بعد اینکه خوشحالن از اینکه همچین کتاب فروشی توی شهرشون هست، یا اینکه دسترسی کامل دارن به یه سری کتابا، و هیچی بیشتر از این ما رو خوشحال نمیکنه که مردم خوشحالن و این انرژی مثبت رو با اون از نظر مالی ما به دست نمیاریم، فقط از انرژی مثبتی که مردم بهمون میدن نسبت به کتاب فروشی تونسته ما رو سرپا اینجا نگه داره. آقای فرستادی، من سوال بعدی من دوباره تیتر یکی از مطالب همین فصلنامه است. یه مطلبی از ویرجینیا وولف دارین، چگونه باید کتاب خوند؟ شاهکاریه. یعنی اگه تو نخوندی امشب بخونی زنگ میزنی به من میگی دمتون گرم، بی نظیر مطلب. آقای فرستادی چگونه باید کتاب خوند؟ اوه خیلی این سخته، خیلی باید آدم خودشو تربیت کنه تا درست کتاب بخونه. خب بگین برای ما. به نظرم گزینش نباید کرد اول. خب نمیشه گزینش نه نه اول گفتم نه دوم. اولش گزینش نکن. کتاب ادبیات خوب که دستت میرسه بخون. خب اگه کتاب زنده باشه همچنان، مثال باید میزنم، این کتاب حکایت حال مال زنده یاد احمد محموده. من اخیراً زمین سوختش رو خوندم، از اون کتابایی بود که از دستم در رفته بود. داستان یک شهر رو خونده و همه یه مقدار زیاد ازش میشناختم. زمین سوخته رو خوندم که درباره جنگ. مرسی. درباره سه ماه اول جنگه. بله. چیزیه که من و تو به دقت، حالا به دقت خودم رو بی خود میگم، تو رو میگم، میدونیم، ولی از سطر اول انگار که تو هیچی نمیدونی. راوی شروع میکنه تو خیابون راه رفتن و حرفای مردم رو شنیدن و حرفا رو منتقل میکنه. حرفا چیه؟ که شنیدیم که فلانجا بمب خورده، شنیدیم که تانک های عراقی اومدن، همینجور تیکی تیکی حرفای مردم رو میگه، انگار که اون موقع است. یعنی شهریور 58 59 و تو تو اهوازی، تو اهوازی و این مردم جنوبی و داره تجاوز عراق شروع میشه و ما. خب خود به خود انقدر این کتاب تواناست در فرم که تو دل میدی میری جلو، نمیذاره کات کنی، یه تک مجبوری بری. آدم ها رو میشناسی، حرکت میفهمی. اما محمود معتقده که کتاب رمان توصیف و حرکت در توصیف نیست، خود حرکته. یعنی اگه میخواد بهت بگه که طرف گرمش بود و چجوری کتش رو در آورد بالزاکی وار، که بالزاک خیلی اوستاست، یا اتاق شریخی بود، هیچ کدوم اینا رو نمیگه. اما در حین حرکت به تو نشون میده که چجوری این گرمش بود، این ننه امرو، و داره حرف میزنه و یوه یوه، و بعد آسینش که چجوری گیرش انداخته. تعریفش از رمان چیز غریبیه،
بعدم نمیاد چند خط از تعریفاشو براتون بخونم. حتما. ببینید که من اینا رو بچه ها یادداشت کردن جز مقاله شماره بعدمونه، این شماره دوی که داریم آماده میکنیم. میگه داستان تعریف حرکت، تعریف اشیا یا حوادث نیست، حتی تعریف و توصیف مکان هم نیست، بلکه تعریف است در حرکت. رمان موجودی است زنده. در رمان نبض باید در لحظه لحظه اشیای طبیعی و غیر طبیعی در انسان و در کلام او بزند. اگر لازم باشد و طبیعت داستان ایجاب کند که این زدن نبض در جای کند شود، می شود. ولی اگر زدن این نبض بی دلیل سوس شود، داستان از قوام می افتد و اگر متوقف شد داستان می میرد. پس داستان نبضش باید بزند. همه اش حرکت است و این حرکت گاهی در خلق فضا بسیار کمک می کند و در خلق حالات روانی آدم ها هم. خیلی تعریف تئوریکه و خیلی عالیه. مرسی. خیلی تعریف تئوریکه و خیلی نگاه درستیه به مسئله. وقتی میگه که رمان باید نبضش بزنه، موجودی زنده است، همه حرف من توی فرم و نقد و قبلتر اینی که اثر به ما هو اثر موجود زنده است، موجودیه که متولد شده از طریق صاحبش، مؤلفش، اما خودش دیگه زنده است و اتونومه، یعنی خود آینه مثل انسان. خیلی شبیه اینو، خیلی خیلی شبیه این، اصلا برام عجیب بود. همینگوی میگه. آره. یعنی همینگوی هم میگه ما باید توصیف رو از داستان حذف کنیم، با داستان باید حرکت بکنیم و داستان برای ما صفتها رو و توصیفها رو بسازه. آره. منطقه به نظرم من با اینکه همینگوی دوستم و پیرمرد دریاش من از آن قوغاست، اتفاقا توی مقدمه پیرمرد و دریا که آقای نجف دریاوند ترجمه خوب کامل اینو توضیح دادن، اما به نظرم یه ذره از محمود عقب‌تر تو این بحث، همینگوی تو این بحثی که عرض کردم عقب‌تره. الان من یه سوال مهمی دارم و اون این که ما الان از آدم‌هایی صحبت کردیم که تجربه زیستی خیلی گسترده‌ای داشتن، فاکنر، همینگوی، احمد محمود، اما ما توی ادبیات کلاسیکمون سعدی و حافظ رو داریم. سعدی که تمام دنیا رو گشت و حافظی که از شیراز یه بار پاشو گذاشت بیرون. آیا همیشه به سیر آفاق احتیاجه یا با سیر انفس هم میشه نوشت؟ با سیر انفس نمیشه. پس حافظ شعر میشه گفت. شعر میشه گفت. اما رمان نمیشه نوشت. تا یه مکانی رو تو نرفته باشی، تا یه شیعی رو تو دو دستت نگرفته باشی، تو قصت در نمیاد. رنوار که تو من دوستش داریم و میشناسین، میگه من اگه یه فنجون قهوه ته بکگراندم بذارم، قبلا باید توش قهوه خورده باشم. همه یه حرف دیگه. و من میدونم که آقای جعفر مدرس صادقی وقتی میخواست کتاب دیدار در حلب رو بنویسه، رفت حلب و مدتی در حلب گشت و تو بازار، تو شهر هوای حلب رو تنفس کرد و بعد اومد دیدار در حلب رو نویسه. حالا وقتی نرفته باشه که خب در نمیاد دیگه. حالا وقتی رفته بعدش چی میشه؟ تازه وقتی رفته بعدش باید این واقعیتی رو که دیده تبدیل به واقعیت داستانی کنه. اوف، یعنی دراماتیزه کنه، یعنی فضا، مکان، آدم دراماتیزه بشه. یعنی کافیت کافی نیست که رفته با چشم باز هم رفته دیده، بعدش باید ادبیات بفهمه و بفهمه که الان این دگرگونی باید اتفاق بیفته از واقعیت واقعی به واقعیت داستانی. با این پروسه خیلی اساسیه. ما الان یه بخش دیگه از گفتگومون مونده و من اندازه 10 بخش سوال دارم، چیکار کنیم؟ من مخلصم. چیکار کنیم؟ نمیدونم. منم نمیدونم. فقط شاید هست.
آقای فرستادی، چرا اقتباس در سینمای ایران کمه و چه کارهایی قابل اقتباس هستن، چه کارهایی قابل اقتباس نیستن؟ خب این بحث طولانیه، فقط اجازه بده من یه موضوعم راجع به اقتباس بگم. اقتباس نشدنی است. راحت. تکلیف روشن کرد. آره. یعنی چی؟ یه جمله قبلش تو صحبت‌ها گفتم و تو با تمام شعور سر تکون دادی، اون بود که آقا از یه مدیوم به مدیوم دیگه نمیشه، ترجمه نمیشه. این فرم معین خودشو داره، اون یه فرم دیگه داره که مال اون پدیده است. این یک. دو، اینکه تو یه داستانی رو خوندی، اگر مؤمن بهش باشی مدیومت از بین رفته، چون مؤمن بودن بهش مال یه مدیوم دیگه است. اگر مؤمن بهش نباشی که دیگه چه اقتباسی؟ یه الهامکیه، یه گذریه بهش، بازآفرینی. حالا لغتش یه کشینه که تو گفتی، ولی میخوام بگم این یک از نظری. دو، اینکه سینما ایران چی داره که اقتباس نداره؟ چی داره؟ هیچی نداره. سه، اینکه سینمای جهان هم اقتباس به طرز جدی پیدا نمی کنی، مگر اینکه فیلمساز قصه رو گرفته باشه به کل به هم ریخته باشه. مثال میزنم، تو سرگیجه هیچ کاکو دیدی، فیلم اول عمر منه، قصه مال دو تا آدم فرانسویه که هیچ کاک به کل دگرگونش کرده و شده سرگیجه هیچ کاک. سرگیجه رو تو هیچ مدیومی نمیشه اندیشید، نمیشه حس کرد و نمیشه هیچ کاریش کرد. اصلا خود این مدیومه، یعنی من فکر میکنم ته مدیوم سینما سرگیجه است، بیش از این نمیشه تو این مدیوم رفت. پس این جمله‌ای که خیلی ها میگن که هیچ وقت وقتی یه اقتباس صورت میگیره هم وزن و هم سنگ در نمیان رو شما قبول دارین؟ میگن که کتاب درجه یک، بعضیا میگن به فیلم درجه یک تبدیل نمیشه. حتما اینطوره. و فیلم درجه یک از رو کتاب درجه یک ساخته نشد. مرسی. ببین کوروساوا رو مثال بزنیم. بله. کوروساوا از شکسپیر میگیره. دو تا راشامون هم فیلمش خوبه هم کتابش. من یه ذره اختلاف دارم. راشامون فیلم خوبی نیست. قصه رو دوست دارین؟ قصه خوبه ولی سینما خرابه. قصه هم خیلی فرمیه. بریم سراغ کوروساوا. کوروساوا لیر رو تبدیل کرده به آشوب. اصلا معلومه که این چجوری این تبدیل رو کرده. یعنی شکسپیر رو گوشه جلوش، ما به ازای تصویری براش پیدا کرده. ابدا رفته گشته قصه ای رو تو فرهنگ خودش پیدا کرده که نزدیک به شکسپیره، لیر شکسپیره، و اون قصه رو خب حالا زیر و بمش رو میدونه، فرم ژاپنیشو میفهمه و با سینما از اول اندیشه کرده و با سینما حس کرده، شده آشوب که فیلم خوبیه. الان یاد این افتادم که من اولین بار شما رو تو کتابخونه کانون ندیدم. من اولین بار طبیعتاً شما یادتون نیست، من یادم هست اومدم سر یکی از کلاس‌های شما تو دانشکده سینما و تئاتر که داشتین، داشتن و نداشتن هاکس رو تحلیل می‌کردین و عجب کلاس شاهکاری بود. و یه چیزی اونجا گفتین، گفتین این فیلم هاکس از کتاب همینگوی بهتره. حتما بهتره و از بازنویسی واگنر هم بهتره. خیلی فیلم خوبیه. بعد یه چیز دیگه داشتین میگفتین، کلمه قوی‌تر از تصویره ولی فیلم داشتن نداشتن رو قوی تر از کتاب همینگوی میدونی؟ فیلم رو قوی تر میدونم چون این کار خوب همینگوی نیست، ولی اون کار خوب هاکس هست. بله، کار خوب هاکسه. دو، این که ببین کلام، تو کلام جناسایی که توه واژه میتونی استفاده کنی هرکس تو سینما نمیتونی. سینما خیلی تصویر خیلی مطلقه، تق اینه و به شدت ابژکتیوه. کلام هم ابژکتیو هم سوبژکتیو، یعنی تمام حد و رسمایی رو که تصویر داره که حد و رسمای ابژکتیویته است کلام نداره. یه آخ میگی تو کلام، ترجمهش کنم تصویر نمیاد. حالا من ساده‌ترین چیزا رو گفتم.
فکر میکنم که توان کلام خیلی بالاتر. بعضی ها میگن آدمی که با تصویر نیندیشه مدرن نیست. من فکر میکنم آدم مدرن تعریفش این نیست. آدم مدرن باید بتونه با تصویر بیندیشه و ببینه. دیدن با تصویر اندیشیدن نیست و با کلام هم بیندیشه، یعنی هم ابجکتیو باشه هم سوبجکتیو باشه. این گزاره که کی گزار از کدوم به کدومه حتما میانجی کلام داره. اصلا بدون میانجی کلام تجربه درکار نیست. خب هرچی من گفتم شما یه چیزی بهش اضافه کردید، یه دفعه من یه چیزی اضافه کنم. و حتی با شنیدن هم بیاندیشه، حتما بیاندیشه، و با لمس کردن هم بیاندیشه، و با بو کردن هم بیاندیشه، و بیاندیشه دیگه. حالا اندیشه اینو باید یاد بگیریم که اندیشه هم فرمه، اندیشه هم فرمه، اصلا جهان فرمه. ولش کن. نه ولش که نکنید، فرصت چون با این فرصت آره فرصت نیست چیزه. بریم توی یه سری سوالای دیگه. از نویسنده های مورد علاقتون و از کتاب های مورد علاقتون بگید، چون بیننده ها بدونن که پیشنهادهای مسعود فراستی برای خواندن چیه. حتما حتما. من توی قسمت اول گفتم خواهش میکنم، یعنی واقعا رمان بخونین، رمان کلاسیک رو بخونین، داستویفسکی بخونین، چخوف بخونین، پوشکین بخونین، گوگول بخونین. خیلی روسی شد. گوگول درسته؟ گوگول گوگوله. امریکایی، همینگوی، اشتاینبک، فاکنر، ملویل. ملویل یه قصه داره، بارتلبی محرر، باریکلا بارتلبی محرر، به حدی وحشتناکه، به حدی حسابیه که بعضی اینکه میذاریش کنار هر روز باهات کار داره. خب کدوم میدیوم میتونه هر روز با من کار داشته باشه؟ ادبیات پشتش، موسیقی، بعد سینما. موسیقی هم همیشه با من کار داره. توی ایرونی های خودمون غلام حسین ساعدی از نظر من بهترینه، بهرام صادقی، جمال میرصادقی، احمد محمود. علت این که دوست دارم اینه که به طرز جدی ادبیات غرب رو خونده و میشناسم، تو گفتگو معلومه، اما نمیدوزده، کپی نمیکنه. با دزدی مخالفی؟ قلفتی دزدی نه، نصف نیمه مخالفم. آقای فراستی خیلی خیلی ممنونم، اینقدر سوال و حرف هست، کاش بازم میمدین به برنامه ما. انشاءالله. شما که تلویزیون گفتین نمیام و من این دفعه رو اومدم، کاش حالا یه بار دیگه هم بیاین. برنامه شما میام. به عالی شد، عالی شد، عالی شد. یه سردیسی از بزرگان ادب، ادب فارسی انتخاب کنید که به یادگار از ما بپذیرید. خواهش میکنم بفرمایید. من سوادمو بزنم، سواد نزدیکمو ببینم که کیا رو داری. فردوسی. چرا فردوسی رو انتخاب کردین؟ به نظرم مظهر هویت ایران در فرهنگ ادبیات. خیلی هم یله، خیلی خیلی. آقای فراستی، ما یه آرزوی تو این برنامه داریم، اینکه مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم جهان بشن. امیدوارم. شدنی هست؟ من زیاد خوشبین نیستم. چی کار باید بکنیم که مردم بیشتر کتاب بخونن؟ باید بخونن، یعنی به جای اینترنت بازی، به جای دنیای مجازی، برن تو دنیای کتاب. و ما به سهم خودمون مرتب باید بخونیم و اینو تبلیغ کنیم و کارهای دیگه هم باید براش کرد. حالا بذاریم یه وقت دیگه ای مفصل تر بگیم. اگر فرصت شد یه بار دیگه لطفا بیاین به برنامه. خیلی متشکرم. من یه عکسی با شما به یادگار بگیرم که توی برنامه ما داشته باشیم. از حضورتون توی برنامه واقعا متشکرم. ارادت. خیلی خیلی ممنونم. از شما هم که این برنامه رو دیدید واقعا سپاسگزار و متشکرم. خدا نگهدار شما.